مسجد جامع پل خشتی از جمله قدیمی ترین و بزرگترین مساجد شهر کابل به شمار می رود. این مسجد بزرگ و جامع نیز مانند سنتی که در دیگر کشورهای اسلامی رواج داشت، در مرکزیت شهر و در سال 773 میلادی و در زمان سلطنت تیمورشاه دورانی کار ساخت آن شروع شد، ولی بنابر بعضی مشکلات به اتمام نرسید تا اینکه بعد از وفات تیمورشاه و در زمان فرزند وی شاه زمان در سال 798 میلادی ساخت آن تکمیل شد. تقریبا گلدسته و منار این مسجد از هر گوشه کابل قدیم قابل دید بود. در زمان تیمورشاه در نزدیکی این مسجد و بر روی دریای کابل پلی از خشت پخته و سنگ ساخته شد و از آن به بعد در بین مردم این مسجد به نام مسجد پل خشتی شهرت پیدا نمود که تا حال هم به همین نام مشهور است. در زمان پادشاهی عبدالرحمن خان و در سال 1854 میلادی در قسمت وسطی آن مسجد دیگری به شکل یک منزله و دارای 3 دالان و 7 رواق و 21 گنبد ساخته شد و در مابین هر گنبد یک چراغ کلان که باطل خام می سوخت نصب گردید که به زیبایی و شکوه مسجد افزوده بود. برای نوشتن آیات قرآن کریم به خط کوفی و ثلث با طول 88 متر بر روی دیوار بیرونی مسجد خطاطی شد. خطاطی و گچکاری داخل و خارج مسجد از جمله زیباترین نوع خود در آن دوره به شمار می رفت. به طرف شرق مسجد و طرف بازار پل خشتی 3 دروازه با گنبدها بر روی آنها ساخته شد و دروازه وسطی که بزرگتر بود یک آذانخانه چوبی به رنگ آبی که دارای 8 رخ بود نیز ساخته شد. در زمان حبیب الله خان نیز به مساحت صحن مسجد افزوده شد و یک منزل دیگر از چوب و آهنپوش بالای طبقه اول احداث شد. به دستور محمد ظاهر شاه این مسجد مطابق به سبک و معماری عصری مساجد بزرگ کشورهای اسلامی تجدید و توسعه یافت و به این ترتیب سنگ تهداب مسجد بزرگ فعلی در سال 1965 میلادی گذاشته شد. منار مسجد فعلی 62 متر و گنبد آبی آن از کرسی 18 متر ارتفاع دارد و در یک وقت گنجایش 3000 نمازگزار را نیز دارا می باشد. ساختمان جدید مسجد که تماماً ایوانها و رواقها طبقه اول و دوم دهلیزها و دیوارهای آن از سنگ مرمر شفاف ساخته شده و گنبد آن با کاشی سبز رنگ آبی تزئین شده بود و بر روز 4 عقرب سال 1966 میلادی افتتاح شد. در وسط گنبد یک قندیل کلان کروی شکل آویزان است و 300 چراغ کوچک در آن نصب شده و 1600 کیلوگرم وزن دارد.